سلام، عشاق علوم غریبه، تیا هستم. توی این اپیزود میخوایم یک جادوی عملی برای جذب پول رو داشته باشیم. جادویی که بهتون امروز آموزش میدم در سطح مبتدی نیست. این جادو بیشتر برای شاگردای منه که حداقل یک سال یا دو سال با من بودن، خیلی از مفاهیم رو میدونن. از این جادو مجربتر در زمینه جذب مالی و اینکه پول سرشار شه تو زندگیتون و ندونید از کجا میاد و نتونید حتی کنترلش کنید این پول رو، وجود نداره. یعنی وقت سرخاروندن ندارید، از در و دیوار پول میریزه و از جایی که انتظار ندارید پیشنهادات جدید مالی، موقعیت‌های جدید شغلی، پیشنهادات سرمایه گذاری و اصلا افرادی که نمیدونید میخواد بهتون محبت کنه، میخواد باهاتون کار کنه، میخواد بهتون پول بده، ارث و خیلی از شرایط دیگه. اینقدر جذب چاکرای سه زیاد میشه تو این جادو که واقعا نمیدونید باید چی کار بکنید. یعنی چیز بسیار عجیب غریبیه. البته همونقدر که قدرتمنده، که از این جادو قدرتمندتر اصلا در چاکرای سه وجود نداره، همونقدر هم پیچیده است. شما نیاز دارید همینجوری که تو تصویر میبینید یک گرید 8x8 بچینید. گیرید یک مجموعه کریستالیه، یعنی از قرار هم پیش هم قرار گرفتن چند تا کریستال یک گیرید کریستالی به وجود میاد. اینجا نیاز به 65 تا کریستال دارید. 56 تا کریستال کوچیک تو این سایز بهش میگیم بند انگشتی، 8 تا کریستال متوسط یعنی مثل این لاین که دارم نشون میدم و یک کریستال بزرگ که در مرکز، جمعش میشه 65 تا کریستال. اصلی ترین کریستال شما کریستالیه که در مرکز اینجا سیترین رو میبینید، کریستال فوق العاده قدرتمند چاکرای سه، جذب مالی بسیار بالا انجام میده و شادی میاره تو زندگی. بسیار کریستال قدرتمندیه. بجاش میشه از تایگر آی استفاده کرد، خیلی خیلی قدرتمندن هر دوشون. و حالا کریستال های خیلی نادرتری مثل رد تایگر که فکر نکنم مثلا تو ایران پیدا بشه، و کریستال هایی که مربوط به چاکرای سه همشون میتونن در مرکز قرار بگیرن. فقط باید توجه کنیم که وزنشون باید بالا باشه، باید بزرگ باشن. کریستالی که در لاین اول ما قرار میگیره، همونطور که بهتون گفتم 8x8، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8، در 8 سطر 1 2 3 4، من 4 تا بیشتر نچیدم، 5 6 7 8، و این میشه 8x8. من این رو کامل نکردم که موکل رو تسخیر نکنیم. اینجا اون وفقی که می نویسید، حالا اصول نوشتن وفق رو یکم بیشتر در موردش توضیح میدم، زیر این کریستال باید بذارید، یعنی در مرکز گیرید. وقتی می خواهید بنویسید حتما یادتون باشه که باید از خودتون محافظت کنید، یعنی باید تحسین انجام بدید. عمل تحسین یک سری ادعیه است و جمع یک سری اعداد در رمل که این رو می نویسیم که این از ما یک محافظتی انجام بده که وقتی داریم با شیاطین و فرشتگان کار می کنیم در اصل جوری نشه که یه وقت بهشون توهین شه، یه وقت بخوان یقه ما رو بگیرن، و این کار رو می کنن. یه وقت شما نشستید دارید یک تلسمی رو میبندید، دارید از یک جادوی استفاده میکنید و بدون اینکه بدونید پاک نیستید. همین ناپاکی شما بر میخوره به یکی از ملائکی که در اون روزه و احضار کردید، یا ملک ساعته یا ملک کوکبه، و این باعث میشه که یا لباستون رو حتی برعکس پوشیدید، عطر نزدید. خیلی از مواردی که بسیار ریزه در تلسمات و احضارها بی نهایت اهمیت داره. شما دارید ملکی رو احضار میکنید، مثلا برای مشتریه، در ساعت مشتری که تسلیس داره با زهره، و میخواید یک جادوی احساسی ببندید. اگر عطر وانیل توی بوی وانیل، رایحه وانیل تو کل گرید و اتاقتون نیاد، این ملک بسیار، اسم نمیخوام بیارم، این ملک بسیار ناراحت میشه و شما مورد غضبش قرار میگیرید. یا 40 روز باید منعیات داشته باشید از گوشت، از فرآورده های لبنی و هر چیزی که از یک موجود روحدار داره میاد، ماهی، مرغ و همه اینها، و این خیلی سخت این منعیات. یا مورد غضب ایشونی تا
مثلا 6 تا قمر در عقرب بعدی که مسائل پیچیده خودشه. چیزی که باید رعایت بکنید بخورات. ببینید هر تلسمی یک بوی خاص باید در محیط ایجاد بکنه. این تلسم بوی اصلیش توت فرنگیه و میتونید از عطرهایی استفاده بکنید که رایحه غالب در اونها توت فرنگی بوده. زعفران هم خیلی مهم و وقتی دارید یک بخور رو میسوزونید، مثلا میخواید با بخور کندور کار کنید، بخور کندور رو میریزید روی اون دستگاهی که میخواید بخور رو بسوزونید باش. حالا اسپندودکن برقی خیلی از شاگردا کار میکنن، خیلی ها از این قدیمی ها کار میکنن، با هرچی که کار میکنید مهم نیست، دستگاهی که داغ میشه بخور کندور رو که میریزید روش، روی اون بخور زعفرون رو بریزید. زعفرون خیلی مهمه، هم رنگش همونطور که اینجا میبینید، من یک تلسم متفاوت نه پر برای افرادی که مسلمان و مؤمنن و مراعات شرعی رو انجام میدن، نمازشون روزشون همه چی به جای، من براشون جدا گذاشتم، شاید در موردش صحبت بکنم، ولی برای افراد عادی، مسیحی، یهودی، لایک، اصلا خدا رو قبول نداشته باشین و برای تمام اعتقادات این گریده که قدرتمنده و ما امروز داریم در مورد این صحبت میکنیم که قدرتمندترین جادوی مالی در دنیاست. و بریم به بقیه بحث که زعفرون باید جزو بخوراتی باشه که تقدیم میکنید و بوی توت فرنگی حتما باید تو گریدتون باشه. در مورد منعیاتش اسراف رو براتون بگم، وقتی تحسین رو انجام دادید یعنی از خودتون محافظت کردید، انواع تحسین ها رو میتونید انجام بدید، حتما نباید تحسین خاصی انجام بشه. شاید من در یکی از ویدیوها یک تحسین دائم بهتون یاد بدم که دیگه نیاز نباشه قبل از انجام هر فرایند ما برایی بخواید تحسین انجام بدید، یک تحسین دائم داشته باشید برای همیشه، خیالتون راحت باشه، همراهتون باشه، هر چقدر دلتون میخواد امور ما برایی انجام بدید، بدونید در امن و امانید و هیچ وقت نه شیاطین، نه فرشتگان، نه موجودات ما برایی دیگه، نه اذن دخالت دارن، نه میتونن به شما دست بزنن. و کلن شاید قدرتمندترین سپر دفاعی که منهای عقیق ها میتونید داشته باشید در فقط انجام تلسمات این تحسین دائمه، که شاید توی یک اپیزود براتون آموزش کامل بدم که رو اسم خودتون چطوری ابجد کنید و این رو در بیارید. ولی حالا افرادی که نمیتونن این کار رو بکنن و براشون پیچیده است، همیشه میدونید که چیزی بالاتر از عقیق نیست که سپر دفاعی ما باشه. خیلی ها سوال کرده بودن استاد عقیق هندی چه شکلیه، عقیق کارنلیان چه شکلیه و عقیق های بیابونی چه شکلیه. متاسفانه من عقیق بیابونی ندارم که نشونتون بدم و عقیق های بیابونی به صورت ژئودن، یعنی کل وزنشون جمع عمودی 1 کیلو نیم کیلو و به درد ما نمیخوره. عقیق های معدنی از معدن در اومدن و مثلا یک رگه 10 تنی عقیق توی یک معدن بوده که از توش یه تیکه نیم کیلویی در آوردن و انرژی کل اون 10 تن توی اون نیم کیلو هست و این چیزی که به درد ما میخوره. که تو ایران اغلب عقیقهایی که وجود داره عقیقهای معدنی خراسان و ایرانه، که عقیقهای بیابونیه که به درد ما نمیخوره، البته قیمتش هم خیلی پایینه، عقیقهای هندیه و عقیقهای برزیلی. عقیق برزیلی رو بهش کارنلیان هم میگن. عقیق هندی اینه، تو تصویر ببینید، عقیق هندی کبود، رنگ های مختلفی داره، و عقیق کارنلیان هم اینه، بسیار زیبا و فوق العاده با انرژی بالا. این هم عقیق کارنلیان کبود و رنگ های متفاوتی داره. عقیق کارنلیان رو چاکرای 3 هم تأثیر داره، بسیار پول هم برای ما میاره. عقیق هندی فقط محافظت رو انجام میده ولی کارنلیان هر دو کار رو میکنه. خب برگردیم به این که ما میخواییم تحسین انجام بدیم. پس برای اینکه این فرایند رو انجام بدیم، ما داریم یک موکل رو احضار میکنیم، داریم این موکل رو وادار میکنیم برای ما پول بیاره و رزق و روزی شدید بیاره. این موکل میتونه تا 65 موکل توی این گرید جاشه، یعنی 64 تا دیگر رو میتونه بیاره و 65 موکل در این گرید جا میشن. ببینید 65 موکل برای کسایی که کار علوم غریبه میکنن میدونن
اساتید عظیمترین کارها رو با سه تا موکل انجام میدن، یعنی دیگه سه تا موکل آخر. ولی این گرید، این یک گرید ایرانی نیست، این یک گرید عربی نیست، این یک گرید بین المللیه. این گرید رو هر کسی هر جای دنیا سرچ کنید، ویلف گرید و یا به اسم مانی گرید هم میشناسنش، هر جایی از دنیا که میخوان جادوهای پیچیده انجام بدن از این استفاده میکنن و اینجا زبان مشترک و اینترنشنال جادوه که فرق نداره شما تو ایران میخوای جادوی سفید بکنی یا تو آفریقا میخوای جادوی سفید بکنی، همه گریدهای کریستالی رو میشناسن. به این چیدمانهای کریستال کنار هم میگن گرید، و اینکه من بهتون توضیح دادم 8 در 8 باشه، این یعنی گریدهای کریستالی. خب این هندسه به اذن من باید 8 در 8 باشه، شاید استاد دیگه‌ای برای شما 8 در 7 توصیه کنه به دلیل استرولوژی شما، به دلیل قدرت‌های روحی شما، شاید اصلاً بره سراغ گریدهای 6 پر. اصلاً شما شاید یهودی باشی و استاد ترجیح بده که هندسه‌های 6 پر رو برات انتخاب بکنه، شاید شما اصلاً شیطان پرستی، استاد ترجیح میده از گریدهای 5 پر استفاده کنه، بهش پنتکال استار هم میگن. و بسته به اذن استادتون، من چیز مشترکی که می نویسم انرژی غالب بر ارز ایرانه، و برای کسایی که توی ایران زندگی می کنن دارم این رو آموزش میدم. و 8 در 8 یه چیز عمومیه و برای 99% کسایی که تو ایران هستن کارایی بسیار عجیب غریبی داره و زندگیشون رو اینقدر تغییر میده که اصلا باورشون نمیشه بعد از 40 روز چی داره در زندگیشون اتفاق میفته و این همه پول و این همه خیر و برکت از کجا داره میرسه و این همه تغییرات. خب کریستال مرکز همونطور که تو تصویر میبینید باید بزرگترین کریستال باشه، نیم کیلو حداقل برای بعضی از کریستال ها مثل سیترین، کریستال هایی که لاین اول هستن کریستال های متوسط هم و از لاین دوم تا لاین هشتم کریستال های بند انگشتی. اینجا باید از کریستالی به اسم آمیتیست استفاده کنید، حداقل دو تا، باز هم بستگی به اذن استاد. باید از لاجورد استفاده کنید که برای چاکرای پنجمه، حداقل دو تا، باز هم به اذن استاد. و اینجا من از کریستالی که بند انگشتی همین کریستال هم استفاده کردم و سه تا از شاگردای من توفیق این رو داشتن که با این کریستال ها کار بکنن. کریستال های موکل داره، سیترین های موکل دار که انقدر قدرتمندن که شاید اون سه تا شاگرد من ویدیوی من رو الان دارن میبینن و من رو دعا میکنن و میدونن که این کریستال ها چه موهبتی بودن. حالا چند تاش نصیب خود من هم شد و کریستال های موکل دار در گرید بسیار مؤثرن. یعنی همین الان که این گرید رو من بستم 4 تا موکل من چیدم و 61 خانه خالی دارم که پر از موکل کنم. من با همین 4 تا موکل میتونم انقدر پول جذب کنم در این گرید که مجبور شید گرید رو باز کنید و نخواهید ادامهش بدید و دیگه اصلا وقت زندگی کردن نداشته باشید انقدر که پول داره میاد تو این گرید. و چه برسه به این که 61 موکل دیگه جلب شد، یعنی یک لشکری از موکلین میان که تو این گرید رزق و روزی بریزن و هر کی با خودش یک سبد پول میاره، یک سبد موفقیت، ارتقا و تغییر شرایط میاره. اصلا وفق چیه؟ یک مربع، اولا که وفقی که من میدم مربع، یه نمونهشو ببینید، این برای یک اسم خاصه. شما برای اسم خودتون باید برای خودتون رو در بیارید. هر وفقی بسته به یک اسم خاص که ابجد کبیر اون اسم رو در میارید محاسبه میشه تو جدولی که نوع محاسبهش فرق داره، بسته به موکلی که قرار احضار بشه. و این جدول برای اسم خاصی، این وقتی که نوشته شد گذاشته میشه زیر این کریستال و
این گیری 40 روز نباید بهش دست بزنیم و باید همینجا بمونه و بعد از 40 روز تمام موکلین که قرار بوده جذب کنیم جذب میشه، بخورات رو انجام میدیم و منتظر میمونید و بهتون نشون میدم که قدرت این گرید چیه و چه تحولات عجب غریبی تو زندگیتون ایجاد میکنه. این گرید ریزه‌کاری خیلی داره، از اینکه فاصله کریستال ها تا هم چقدر باید باشه، زاویه شون چه شکلی باشه، نوع چیدمانشون، تا اینکه چه کریستالی رو کجا بذاریم، از چه رنگ هایی که مثلا برای چاکرا 7 کجا باید استفاده کنیم، چاکرا 6 رو کجا بذاریم، کریستال های 2 سر کجا قرار بگیرن نسبت به شمال و جنوب و غرب شرق گیرید، و اینکه تعداد کریستال ها از بزرگتر به کوچکتر باید پیش بره، فاصله بین کریستال ها همه باید یکسان باشه، و از زمانی که گرید رو بستید دیگه دست به این گرید نباید بزنید تا زمانی که دیگه رسما نخواهید این جادو ادامه پیدا بکنه، و اون زمان باید گرید رو باز بکنید. این جادو فقط 1 ارباب داره و به اسم شخصی که وفق نوشته میشه پاسخ میده، یعنی اگر شخص بیکار باشه و این رو بنویسه کار براش به وجود میاد، موقعیت های مالی به وجود میاد، و اینطوری نیست که یه شخصی مثلا بشینه و این رو بنویسه و فکر کنه حالا برای پدرم پول بیاد اونم میده به من. درسته از جاهای مختلف مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، شریک، از همه جا پول به شما میرسه، ولی شما هم باید اقدام بکنید. یعنی وقتی یک فرصت مالی به شما داده میشه شما هم باید همت بکنید. خب میدونم که توی این یک ویدیو کوتاه نمیشه همه مسائل رو جا کرد، همین الان هم ویدیو طولانی شده، شاید با بحث اسراف ویدیو رو تموم کنم. بعد از اینکه تحسین رو نوشتید، تحسین دائمی رو نوشتید یا از عقیق استفاده کردید برای دور کردن، به هر حال برای محافظت از خودتون، باید عمار خانه رو بیرون کنید. هر خونه ای که توی زندگی میکنیم یک اتاق، هر اتاق یک عمار داره، عمار موجوداتی هستند که در اون اتاق زندگی میکنن، حداقل یک، وقتی میگم یک، شاید یک اتاقی 10 تا عمار داشته باشه و یک اتاقی ویو انرژی سنگین تر باشه از یک اتاق دیگه. خب حتما باید اسراف انجام بدید، از اسراف های عیقموشیه میتونید شما انجام بدید، حالا نه اینکه حتما باید این کار رو بکنید، تا اسراف های کوچیکتر برای زلزله، برای به هر حال آیات قدرتمندی که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. بعضیا میگن آیا همه کارهایی که ما میکنیم مربوط به قرآن، مربوط به آیت الکرسی، مربوط به مثلا سوره فتح، مربوط به سوره زلزله؟ نه، شما میتونید از هر روحانیتی استفاده بکنید، به دلیل همسوی انرژیه که قرآن قدرت داره، به دلیل اینکه همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم 10 نفر تو دنیا دارن قرآن میخونن و انرژی خاصی رو نسبت به اون آیه، به اون کلمه صادر میکنن. مثلا برای آیت الکرسی انرژی محافظت، همینطور در مسیحیت، همینطور در تورات، اصلا توی همه کتب آسمانی یک همسویی انرژی بین کسی که اعتقاد داره و داره اون کلمه رو میگه و بقیه افراد که استفاده میکنن از اون قضیه به وجود میاد. واسه همینه که نماز قدرتمنده. آیا اگر به هیچ عنوان اعتقاد به اسلام نداشته باشید بازم میتونید از قرآن استفاده کنید؟ آره. وقتی میگن قرآن معجزه است به همین دلیله، به دلیل اینکه قرآن بزرگترین کتاب جادوه، و اینجا خلاصتون کنم، قرآن که میگن جادوییه رسما جادوه، و این کلمات هر کدوم وزن دارن و این وزنها وقتی کنار هم قرار میگیره، این نیست که هر کسی بیاد راجع به عظمت آسمان و زمین یه چیزهایی به هم ببافه بشه یک کتاب آسمانی. این کلمات جادوییه و ازش میشه از آیه‌هاش استفاده کرد برای احضارها. این رو بدونید، قرآن بزرگترین کتاب احضاره، و انواع شیاطین و فرشتگان و موجودات ماورایی رو میتونید با قرآن احضار بکنید و میتونید با آیات خاص قرآن وادار بکنید براتون کارهای انجام بدن. این گرید به خودی خود قدرتمنده. وقتی که از قرآن استفاده میکنید
قدرت چند برابر میشه. اصلا شما میتونید توی این گرید وفق نذارید، ولی اگر وفق گذاشتید قدرتش رو بیشتر کردید. بخورات الزامیه، فرکانس ها الزامیه. فرکانس ها چیه؟ ما با فرکانس 432 هرتز باید این گرید رو بیدار کنیم. شاگردای من میدونن در موردش صحبت های زیادی شده. این فرکانس ها یک انرژی های، یک کد های کیهانیه که باز میدونم الان نمیدونم برای کسایی که سطح پایین دارن این ویدیو رو میبینن صحبت دارم میکنم که تازه جادو رو شروع کردن، یا روی صحبتم بیشتر با شاگردانمه که همه اینها رو بهشون آموزش دادم و میدونه مثلا کد کیهانی چیه، میدونه فرکانس 432 هرتز چیه. و فرکانس 432 هرتز فرکانس کهکشان و کائنات، یک سازهایی مثل هنگ درام این فرکانس رو تولید میکنه. من توصیه میکنم که برای بیدار کردن گرید یا از موزیک های این فرکانس استفاده بکنید که چنت ها و مدیتیت هاش تو اینترنت بی نهایت زیاده و من مدیتیت های خودم رو دارم، البته فقط در اختیار شاگردانم میذارم. و یا میتونید از ساز هنگ درام استفاده کنید. اگر ساز هنگ درام رو دارید یا اگر دوستی آشنایی دارید که هنگ درام رو داشته باشه، زمانی که میخواید این گرید ها رو بیدار کنید باید از شمع های رنگ زرد استفاده بکنید، چنت چاکرای سوم رو بگید و هنگ بنوازید و این پروسه رو تا 40 روز باید انجام بدید. روزی 5 دقیقه مدیتیت و چند و سوزوندن بخور الزامیه. بعض وقتا از شمع‌های استفاده میکنید که اون بو رو داره، اشکال نداره، عالیه. بوی توت فرنگی، بوی زعفران، این رو تاکید میکنم بهتون. فکر کنم چیزهای کلی که مربوط به این جادو بود گفتم. الزامات رو یه دور دیگه سریع از روش رچیم. کریستال مرکز باید سیترین تایگر آی کریستال های چاکرای 3 باشه، حتما دوتا کریستال چاکرای 5 لازمه، حتما دوتا کریستال چاکرای 6 لازمه چشم سوم، و حتما حداقل 4 تا کریستال بند انگشتی یا دوتا کریستال متوسط از چاکرای 7 لازمه. بقیه کریستال ها باید از چاکرای سوم باشه. اگر میخوای به اذن استاد از چاکراهای 2 و 1 هم استفاده بکنید، میتونید کریستال هاشو بذارید. استاد باید تشخیص بده که چه کریستالی نیازه. من اینجا همه رو عقیق کارنلیان چیدم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و اگر باز هم سوالی دارید در کامنت ها بپرسید، سعی میکنم سوال ها رو همه رو جواب بدم. اگر ویدیو رو لایک کنید بسیار کمک کردید به من و این باعث میشه که افراد بیشتری ویدیو رو ببینن و بتونن استفاده کنن از این واقعا محبت چاکرای 3، این جادو که قدرتمندترین جادوهای چاکرای 3. و اگر دوست دارید مطالب مرتبط رو ببینید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. تا اپیزود بعد.